شبم من کلب زینم مجنونه رو قیم مفتونه رو قیم ما در باب قرآن بسته است همچین میدان باز نیست اصلا مالک زمین امامه امام و حجت خدا مالک زمین مالک زمین ما من قبول ندارم از زمین اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن علی و معاویه یه جا برن امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میکنه منو به حضرت ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام او بر همه معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا نبوت تمام نشده ها تا فاطمه هست ادامه اون نبوته هنوز بقیه دارد هنوز همه طالب به بشر نرسید نور امیر المؤمنین شکافته شد فتق نور اخی علی خلق منه الملائکه همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخواه مریضمون رو شفا بده واسطه نیست بین امام رضا و خدا خود امام رضا مشیت یعنی منو بل من جن طب یعنی منو بل من جن بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما بینندگان عزیز نمیدونم میدونید یا نه که مذهب شیعه اساسش بر قیاسهای باطله قیاسهای ناقصه مثال وقتی که ما داستان رو میشنویم از اینا که در مجلسی خلیفه عباسی با امام شیعه ها نشسته بود و یک جادوگر هندی رو آورده بود که امام وقتی که غذا میخوره لقمه رو بپرونه تو هوا اینکه لقمه رو به دهانش نزدیک میکرد لقمه میرفت این ور و بر و امام همه میخندیدن امام به هندیه گفت که دست بردار دست بر نداشت یک دفعه امام به شیری که روی دیوار بود منظور پرده آویزون بود در اون نقش شیر بود اشاره کرد بیا شیر اومد و هندی رو گرفت و خورد و رفت دوباره به تصویر تبدیل شد و خلیفه عباسی گفت که تو رو خدا اینو زنده کن دوباره گفت دیگه نمیشه خورده شده رفته خب ما وقتی که به شیعه میگیم که آخه چجوری چنین چیزی ممکنه که تصویر رو دیوار که روح نداره توسط امام بیاد و بیرون هندیه رو بخوره میگه چطور نداره دیگه ندیدی که عصای موسی تبدیل به اژدها شد قیاس میکنه خب اولا که اون موسی به این موسی چه ربطی داره اون موسی به این امام چه ربطی داره دوما قیاس اینجا باز ناقص و باطل میشه موسی اگر که اون اثار داشت فرعون با اون قدرتش با اون عظمتش ابرقدرت بود زورش به موسی نمیرسید ولی زور خلفای عباسی به امامای شیعه اینجوری میرسید که حتی به اینا میگفت که یلا زهر بخور میخورد میگفت زهر بخور بمیر میخورد میگفت با دختر من عروسی بکن عروسی میکرد میگفت برو زندان میرفت در حالی که وقتی که عصا داشت موسی دیگه فرعون هیچ کاری نمیتونست بکنه فقط میگه به من مهلت بده فرعون او یکم مهلت بده من جادوگرا رو جمع کنم آخرم که دیگه خیانت کرد میخواست که موسی رو از بین ببره علیه السلام خداوند پاک توسط همین عصا فرعون و لشکرش رو در دریا غرق کرد که الان هم آثار همین عرابه ها و ایناش میگن در چی هست در دریای سرخ خب پس قیاس باطل فقط با حضرت مریم کسی رو قیاس نمی کنه چون دیگه خیلی بیخ پیدا می کنه چون حضرت مریم علیه السلام بدون شوهر بچه دنیا آورد ندیدم با اون چیزی رو مقایسه کنم اما با حضرت عیسی مقایسه می کنم اگه کسی روش میگه امام ما میگه شفا میده کور بینا میکنه آقا چه جوری میگه عیسی بینا نکرد عیسی بینا نکرد امام ما میگه خلق میکنه چه جوری میگه عیسی خلق نمیکرد به تو چه حالا عیسی خلق کنه منم میتونم خلق کنم اینکه نمیشه باز عیسی که کارخانه خلقت سازی نداشت یک دفعه برای نشان دادن معجزه خلق کرد باز نشان بدید اگه امام شما که زنده است حضرت عیسی به مردم نشان داد شما که امامتون زنده است نشان بدید نه میگه صبر کن امام از پشت پرده غیب بیاد باز برای شما میگیم که داستان چیه
یا مثلا در مسئله شفاعت، یا این چیه میگی آخ میری پشت مرده درخواست حاجت میکنی؟ میگه چرا؟ پسران یعقوب نرفته بودن از پدرشون حاجت نمیگفتن که پدر برای ما استغفار بطلب؟ اینجا باز قیاس باطل میشه. یعقوب که زنده بود پیشش رفتن، پیش پدر بزرگشون که اسحاق و ابراهیم بود که نرفتن، رفتن پیش اسماعیل رفتن، اونا که مرده بودن تو قبر. شیعه گوشش بده کار نیست، کار خودشو میکنه. حالا در مسئله زنای پیغمبرم این یک داستان پیدا کرده که آقا زن حضرت لوط و زن حضرت نوح اینا کافر بودن، پس زنای پیغمبرم کافرن، زبانم لال خاکم بدهن. خب اگه اینجوریه چرا زن حضرت علی رو نمیگید کافر؟ نمیشه که هر چیز بدی مال پیغمبر ماست، هر چیز خوبی مال علی شماست، که نمیشه. خب آیه که سه آیه که براتون انتخاب کردن از سوره تحریم، سوره تحریم نیست این دیگه، کدوم سوره است؟ بله تحریم. این آیات بیارید، این آیه به اصطلاح آخر آیات است. میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیغمبر، با کافرها و با منافقین جهاد کن، بر اونها سخت بگیر، جایگاه اونها جهنم است و خیلی بد جایگاهی است. گویا شیعه، گویا خداوند پاک، گویا نیست، حتما است ممنون تا فرمان. میدونستی که شیعه میخواد از دو آیه بعدی، از آیه بعدی سوء استفاده کنه، این آیه رو بالا گذاشته. به پیغمبر خود امر کرده که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با کافرها و منافقین جهاد کن، سخت بگیر بهشون. و دستوره، یعنی اگر که زبانم لال، چون شیعه که میگه شیعه مثل صابون لیز از دستت در میره، میگه که کافر بود حضرت زبانم لال حضرت عایشه و حفصه، میگه نه منافق بود. خب منافق هم خدا گفته. ببینید، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، منافقین هم میگه بهشون سخت بگیر، جاهد جهاد یعنی جهاد کن باشون و سخت هم بگیر، و اغلظ علیهم و خیلی سخت باشون برخورد کن. ولیکن اول همین سوره تحریم، ممنون متفاوت، اول همین سوره تحریم میبینیم که پیغمبر ناز زن خود رو به اصطلاح قبول میکنه و میگه که من فلان چیز حلال نمیخورم. این سختگیری بود؟ پس دیدید که تا آخر عمرم همینطور بود، حتی بعد از وفات. آدم که زن دوست نشته باشه طلاقش میده، میگه برو، پیغمبر رو گفته بود خدا حق نداری زن تو طلاق بدی، و بعد از وفات هم گفت در خونت بشینه. پس نه منافق بوده نه کافر بوده، شیعه دروغ میگه. و اگر بوده پس این آیه رو پیغمبر زیر پا گذاشته از زبانم لال. خب باز شیعه این آیه رو میرسه، ضرب الله مثلا للذین کفروا، خداوند مثال زد برای کسایی که کافر شدن، للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. خداوند مثال زد برای کسایی که کافر شدن، زن نوح و زن لوط رو که در زن دو بنده خیلی صالح ما بودن، ولی چون که خیانت کردن اون دو نفر نتونستن برش کاری بکنن، پس نمیتونن کاری بکنن، پیغمبرام اگه خدا نخواد و از خدا کاری بکنن، و اینا رو گفتن که شما در جهنم داخل شید. پس شیعه اینی چیکار میکنه؟ همون قیاس باطل به کار میبره، میگه دیدی زن پیغمبرم ممکنه که کافر بشه؟ بله ممکنه زن پیغمبر که کافر بشه، خب زن ولی هم کافر میشه دیگه. چرا؟ پس ما اگه یکی بیاد ادعا کنه به همین دلیل که مثلا حضرت فاطمه زمانم لال کافر بوده یا منافق بوده، این استدلال شما قبول میکنید که از ما میخواید مال عایشه و حفصه رو قبول کنیم؟ نه، میگه شما حداقل قبول کنین که چنین چیزی ممکنه، بقیش ما ثابت میکنیم. بفرما ثابت کن، ما قبول کردیم. خب این دوتا کافر بودن، سرشون خدا چکار کرد؟ گلدسته بهشون داد، قنچه بسته بهشون داد، یا آتش داد، یا در دریا خلقشون کرد؟ آیا با حضرت حفصه هم همین کارو کرد؟ آیا با حضرت عایشه هم همین کارو کرد؟ پس قیاسشون باطله، مثل عصای موسی. حالا دیگه صحبت طولانی نمی‌کنیم، معذرت می‌خوام، میگم ارعر یک نفر از اینا رو با هم گوش بدیم. برای این میگم ارعر که این آدم وقتی که اسم، یعنی در کشورش آمریکا اومده بوده، عوض که بره با اونا بجنگه، اومده با زن پیغمبر می‌جنگه، اومده ایران بهش چی دادن؟ تابعیت دادن. میگه یک دولتی از ملت خود ناراضی بود، یک ملتی از دولت خود ناراضی بود، دولت ملت عوض کرد، ما از دولت خود ناراضی بودیم، ما رو برد این آقای یزدانی رو آورد. ببینید میخواد این سوال ثابت کنه که زبانم لال خاکم به دهن و خاکم به دهن خودش، که زنهای پیغمبر
مسلمان نبودن و نمیدونم چرندیاتی که میگه، برخلاف اون که حرف من قطع میکنه، من حرفشو همشو پخش میکنم. میدونید که ما چه جور مردمی هستیم، اون یک تیک حرف منو گرفته خواسته جواب بده، ولیکن من حرفشو کامل پخش میکنم. از اول لطفا کلیپ پخش کنید. بریم سراغ کلیپ بعد، کلیپ شماره 125 رو با هم ببینیم. کبوتر با کبوتر، باز با باز. خب دوباره میپرسه به چرا فردی که به دست زنش به قتل رسید و توانه انتخاب همسر ندارد به عنوان الگو به امام غیبدان باشد. خب راست میگه حضرت علی، میگه شما به دست اماما به دست زناشون به قتل رسیدن. بله خدمت عرض کنم، حرفش این بود که نعوذ بالله امام مجتبی علیه السلام و همینطور حضرت امام جواد علیه السلام که توسط همسرانشون به شهادت رسیدن، اینها خدمتتون عرض کنم نمیتونن اسوه باشن برای مردم، چون توانایی انتخاب همسر نداشتن. اینجوری مثلا میخواد استدلال کنه. من جوابشو از قرآن کریم میدم. سوره مارکه تحریم آیه شماره 10 خداوند چی میفرماید؟ ولب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. و تا آخر آیه حضرت نوح پیامبر اول العزم خداوند، حضرت لوط پیامبر بزرگ خداوند، زناشون کافر بودن یا نبودن؟ صریح قرآن مثال میزنه دیگه. آیا حضرت نوح توانایی انتخاب همسر رو نداشت؟ نعوذ بالله، استغفرالله. یا به قولشون، به زبانشون، ارزه اینو نداشت زنی خوب برای خودش انتخاب کنه که بعدن دشمنش نشه، رازشو فاش نکنه و نیاد مثلا با دشمن در جبهه دشمنانش قرار بگیره؟ چرا حضرت نوح همچین توانایی نداشت؟ حضرت لوط چرا نداشت؟ آیا واقعا ناشی از این بود که نعوذ بالله اینا توانایی نداشتن، یا خدا میخواد همه رو امتحان کنه؟ خدا میخواد همه بنده های بله توانایی نداشتن. میگم که قیاس باطل میکنی. حضرت نوح و حضرت لوط هم اگه میدونستن که این زنا منافقن، که این زنا رو نمیگرفتن، که میگرفتن. نشون به اون نشونی که وقتی که تا این صدا فرشته ها اومدن پیش حضرت لوط، حضرت لوط صبر کرد تا شب بشه از مزرعه اینا رو آورد خونه. نمیدونست که زنش با کافرها در ارتباطه، درسته؟ پس حضرت لوط هم توانایی نداره. این برمیگرده به این مسئله غیب ندانی پیغمبرها. ما میگیم پیغمبرها غیب نمیدونستن، ولیکن وقتی که خیانت کرد کشته شدن. اونم ببین، وقتی که خیانت کردن، خدا البته هر خائنی رو یه مدتی مهلت میده، اما این نیست که باز زن تحمل کنه زن پیغمبر رو. یعنی حرف حضرت عمر رضی الله عنه یادم اومد، در همین لحظه جاش هست که بگم. وقتی که تهمت زده شد به حضرت عایشه، حضرت عمر گفت یا رسول الله، شما یادت نمیاد که یک روزی از نماز رفتی گفتی که لباس من کمی کثیف بود و سر پیش نمازی رفتی گفتی جبرئیل به من خبر داد که لباست کثیفه، رفتم عوض کردم اومدم؟ گفت خدایی که لباس کثیف رو در سر تو تحمل نمیکنه، چطور زن خائن تحمل میکنه که زناکار باشه؟ باز همون جمله معروف گفت سبحانک هذا بهتان عظیم، که همون آیه شد. منظور این است که خداوند اون دوتا رو تحمل نکرد، ولی این دوتا زن رو تحمل کرد تا آخر. برای پیغمبر اینها زنای شیرینی بودن. بودن یا نبودن؟ آیا سر پیغمبر روی دامن حضرت عایشه نبود وقت وفات؟ لذا قیاس باطل کردی. اول اینکه اینطور قیاس کردی که نوح و ابراهیم لوط میدونستن که زناشون بدن. نمیدونستن. اگه میدونستن که حداقل از اونا که خودشون رو پنهان میکردن. چطور از قوم اون سه تا فرشته جوان سال رو پنهان کرد؟ فرشته هایی که به شکل دختر پسرهای جوان بودن، از زن خود پنهان نکرد. جواب داری؟ نداری. قیاس باطل میکنی. بقیه حرفش رو امتحان کنه، پسر پیغمبر باشه. حضرت نوح پسرش کافر بود، پس این کادم پسر یک پیامبری باشه دلیل بر این نمیشه که حتما عاقبتش خوب باشه، عاقبتش خوش باشه. این که ما میگیم حضرت امیرالمومنین معصوم هست، دلیل بر این نیست که همه منتسبان به او معصوم هستن. نه، اگر امام مجتبی علیه السلام معصوم هست، که قطعا معصوم هست، دلیل بر این نمیشه که بچه‌هاش باشه. سب کن داری دروغ میگی. اولا مذهب خودت پنهان میکنی. در مذهب شما اولاد فاطمه همشون گناهاشو میگیرن سر یکی دیگه میندازن. چرا این حرفو میزنم؟ نشون به این نشونی همین خمینی معصومه که شما سرش قبر ساختید، فردا سر قبر خامنه ای هم میسازید. از کجا میدونید که اینا بهشتی هستن؟ برای اینکه شما میگی اینا اولاد فاطمه هستن، همون نجات پرستی رو داری. دروغ داره میگی. و چرا به اینا خمس میدی؟ دروغ میگی دیگه.
و این که ما از نگفتیم که این حرف ما است. ما میگیم آقا که گیرم پدر تو بود فاضل، گیرم پدر تو بود حضرت نوح، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ گیرم پدر تو حضرت محمد بود، دیگه میگی سیه آل پیغمبر، تو خودت چی داری؟ نه میگه این 12 نفر خدا انتخاب کرده پسر. چرا؟ چون که دختر حضرت، چون نوه دختری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ما این ایراد ما رو ما باید بگیریم. بقیه حرفش عقوبتش خوش باشه. این که ما میگیم حضرت امیرالمؤمنین معصوم هست دلیل بر این نیست که همه منتسبان به او معصوم هستن. نه، اگر امام مجتبی علیه السلام معصوم هست که قطعا معصوم هست، دلیل بر این نمیشه که بچه‌هاش هم همه از دم معصومن، همسرانشون هر زنی گرفت همه معصومن و همینطور بقیه ائمه. دلیل بر این نیست که همه همسرانش هم معصوم باشن. هر حرفش باید نگه داریم. ببینید، ما همه حرفش پخش میکنیم، مسئله معصوم نیست، انحراف داد. شما میگید ائمه ما غیب میدونه، پیغمبر ها غیب میدونه. من دیوانه باشم که غیب بدونم یک زن کافر بگیرم، اونم زن کافری که میخواد به من خیانت کنه، مهمونای مرا دست دشمن بده. اینطور حضرت لوط به ذله آورده بودم که حضرت لوط چون که مهمان دوست بود گفت شما بیاید با دخترای من ببرید، دخترای منو ببرید، مهمونای منو دست نزنید. آیه قرآن دیگه. دیوانه هستم که با چنین چیزی هر وقتی من غیب بدونم. پس حرف ما ثابت میشه که پیغمبر ها غیب نمیدونستن. پیغمبر جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ وقتی که امام پیغمبر غیب نمیدونه، امام در مقابل پیغمبر چی هست که غیب بدونه؟ صحبت از معصومیت نیست. میگه که علی معصوم بود رضی الله عنه، پس زنش نباید معصوم باشه یا باشه؟ ما اینه نگفتیم. ما گفتیم علی که معصوم بود یعنی غیب میدونست، نه معصوم بود. اون چرا یک زن خرابه بگیره؟ این سوال جواب بده، نرو اینور اونور. بله، همسرانشون هم مثل انسان‌های عادی امتحان میشن، امتحانای سختی میشن، امتحانای آسونی میشن، همه جور امتحانی که ما میشیم، پسران ائمه، فرزندان ائمه، همسران ائمه هم امتحان میشن. بعضیاشون از این امتحان خیلی سربلند میرون، یا صدها نفرشو میتونیم مثال بزنیم از همسران پیامبر. همه زنای پیامبران جز چند عده، بله، همسران ائمه خیلیاشون انسان‌های مثل حضرت ام البنین علیه السلام که اسوه است برای همه زنان عالم تا قیامت. اینا هم همسر امام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست، جعده خواهد. برای این با سجده نمیتونی کلک بزنی. 100 تا شربت بذارن لیوان شربت جلوی امام حسن، میگه آقا امام حسن 99 شربتش خیلی عالی بود، اما یکی که زر داشت که خورد هنرش تموم شد از امام حسن. ام البنین برای من مثال نزن از زن حضرت علی رو. باز تکرار میکنم، 100 تا شربت رنگارنگ جلوت بذارن، 99 داشت عالی باشه، یکیش خراب باشه. حضرت حسن که اون یک خراب خورد، هنرش در 99 تا باطله. کلک نزن که این زنش خوب بوده، یک زنش بد بوده و کشتش. جواب بده. بله، ابوبکر هم همسر امام مجتبی علیه السلام هست، قاتل حضرت امام مجتبی علیه السلام. خب هر اشکال، هر جواب شما از حضرت نوح و حضرت لوط دارید، ما هم از حضرت امام مجتبی و حضرت امام جواد خواهیم داد. از این گذشته در همین هر جواب ما این است که حضرت لوط غیب نمیدونست، خوشت اومد، برای همه اون زن گرفته بود. حالا جواب تو چیه؟ بله، مبارکه تحریم. حتی اصلا همین مثل رو برای چه کسی میزنه، مثلا للذین کفروا، روایتش در صحیح بخاری هست که مصداقش مشخصه. خداوند این زن نوح و لوط رو برای این کفرو برای چه کسانی مثال زده؟ نمیخوام روایتش از صحیح بخاری بخونم، از زبان خلیفه دوم هست، نمیخوام بخونم، به هر حال ممکنه بعضی ناراحت بشه. همین سوره مبارکه تحریم آیه شماره 3، پیامبر سر رو که بعضی از همسرانش گفت و اون همسرانش رفتن خدمتون عرض کنم فاش کردن، آبروی پیغمبر رو بردن و خداوند تهدید میکنه این تطوبا، اون دوتا زن، این تطوبا که در صحیح بخاری هست، مقصود کیه؟ این تطوبا الالله فقد سقد قلوبكما و این تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح مؤمنین و الملائکه بعد ذلك ظهیر. خب اینا کیا بودن؟ پیغمبر مگه توانایی انتخاب همسر نداشت؟ داشت یا نداشت؟ داشت. چرا فلانه و فلانه رو انتخاب کرد؟ روایتش در صحیح بخاری هست، چون نمیخوام مثلا اسمشو بیارم، در صحیح بخاری هست که مسلمان ها نمیخوای اسمشو بیاری. ها تو اینقدر اگه ما به اصطلاح تو روایت تو بخاری هست دیگه، چرا اسمش نمیاری؟ ما که درس بخاری رو همه روز تو مدارس دینی میخونن، غیر از به اصطلاح یعنی مقدس ترین جای سنی ها، مثلا هر روز استاد میاد میخونه، از همین یک جملهش هم نمیندازه که ها از حضرت عمر پرسیدن. من میگم که اون دو زنی که راز پیغمبر فاش کرد که بود، گفت عایشه و حفصه بودن. هیچ چیزی نداره که. ما کی گفتیم عایشه و حفصه رضی الله عنهما معصوم هستن؟ ما گفتیم که بعد از این دیگه توبه کردن، راز فاش کرده، یه رازی برای زنش بوده، به زن دیگه گفته، گناهی کرده، اونقدر گناه بزرگی هم نیست.
ولی با این وجود خداوند پاک چون که زنای پیغمبر بودن گفت که توبه کنید، توبه کردن، چون اگه توبه نکنید طلاقتون میدم زن بهتر گیرش میاد. اگه توبه نکنید، دفعه قبل براتون گفتم خدا و ملائکه و علی و بقول اینا علی فرشته ها همه بر ضد شما متحد میشن، ولی بازم زور همه به نرسید. حضرت عایشه در کودتا و حضرت حفصه در کودتا علیه حضرت علی کامیاب شدن، پیروز شدن. اینا چرندیاتی است که شما میگی بقیه حرفش. اون زن امتحان میشن، حرف جانشین پیغمبر رو گوش میدن یا حرف اون زن رو گوش میدن، حرف پیغمبر رو گوش میدن یا حرف اون زن رو گوش میدن. خب پیغمبر که تواناییشو داشت چرا همچین زنایی رو انتخاب کرد که خداوند در حق اونها میفرماید این تتوبا الى الله فقط سقط قلوبكم و این تظاهر علی فان الله هو مولا و جبریل و سال المؤمنین. چرا همچین زنی رو انتخاب کرد؟ خود خدا گفته اینا سقط قلوبكم درباره اونها دیگه. بله اینکه نص صریح قرآن کریم هست. حالا هر کسی که میخواد باشه، شما مصداقش هر کسی که میخواد بدونید. یکی از همسران، دو تا از همسران پیغمبر بودن، حالا هر کسی که شما میگید تفاوتی نمیکنه در استدلال. بله کی باشه مهم نیست، مهم این است که دو تا از همسران پیغمبر راز پیغمبر رو فاش کردن و علیه پیغمبر دست به دست هم دادن که آبروی پیغمبر رو ببرن. خدا تهدید میکنه، میگه قلب شما کج رفته، راه کج رفته. حالا شروعی که علمای اهل سنت زدن اگه بخونیم که قوقا میشه، داد همتون در میاد. نمیخوام بخونیم، حالا انشاءالله بعد از ظهور اینا رو دونه دونه براتون خواهیم خوند. بله میگن ما از اهل سنتیان بهتریم. اینجا نگاه کنید، بقابل که حرف میزنه فقط همون سقط قلوب کما ایستاده که آقا یک دفعه دو تا همسران پیامبر اشتباهی کردند، میگه این کافر شدن، این خبیث اینو میگه. اینجا نگاه کنید خداوند به چی میفرمادیم. بیارید این آیه رو بیارید. انی اعوذک ان تکون من الجاهلین، به نوح داره میگه. خدا میگه من تو رو نصیحت میکنم که جاهل نباش. حالا تو باید بگی که آقا این آیه رو بسام این گرامافون گیر کنه که نو جاهل بوده، چون گفته پسر من خدای نجات بده. خدا بهش میگه که من نصیحتت میکنم جاهل نباش. شیعه این کارو میکنه، میگم قیاساش باطل، همینجا گرامافونش گیر میکنه، همین آیه رو فقط میخونه. اگر دشمن حضرت نو باشه همونطور که دشمن حضرت عایشه است، آقا باختین، هیچی ندارید که بگید فقط دروغ و دجالگری. هر چیز قرآن جلوی شما صد کرده. آخر این کلام خداست، کلام بشر که نیست، این که مخلوق نیست، این کلام الله است. الله ما رو به ما این اکرام کرده که این کتاب خودش بر ما نازل کرده، کلام خود بر ما نازل کرده. تو میبر خودت چندیات میگی به باز دوگی چرا اینا رو نابود نکرد؟ ما که ندیدیم خدا هی میگه امتحان امتحان. نو امتحان شد، لوط امتحان شد علیه السلام، حضرت پیامبرم امتحان شد. خب این چه جوری امتحانی که اون دوتا رو باز امتحانش تموم شد، نمره 20 گرفتن، زنا رو کشت، راحت شدن از دست اون زنا؟ این تو آخر عمر کنار پیغمبر بودن. چرا؟ مگه نه این است که خیانت کردن؟ اون ساعت آخر کافر شده بودن یا از اول نقشه داشتن؟ یکی بیاد جواب منو بده، بیا با ما مناظره کنید اگه مرد هستید. حرف دیگه مونده از حرفاش؟ بقیه‌ش هم پخش کن. تموم شده. بله حرفش تموم شده. ببینید ما یک کلمه‌ش هم نیست که نذاریم پخش نکنیم، اما حرف من رو فقط تون تون یک کلمه‌ش گرفته که کبوتر با کبوتر، باز با باز، باز رفت قصه های خودش رو شروع کرد. این دلیل بر نفاق ایناست. فکر کنم که اگر در خانه کس است یک حرف بس است. پس معلوم است که قیاس شیعه باطله و اینم یکی از قیاس های باطلش که حضرت نوح و حضرت لوط زناشون رو مقایسه میکنه با حضرت، یکی از اینا نیست، بقیهشون هم اینجوری هم مقایسه میکنه با زنهای پیامبر، در حالی که سرنوشت اونا کاملا جداست. یکی آتش رفت، یکی در آب رفت. این دوتا ام المؤمنین بهشون گفته، به زن نوح گفته، ام المؤمنین گفته، به زن لوط گفته. آخه عقل شما کجا رفته؟ مگه شما به آخرت ایمان ندارید؟ آخه چجوری این دنیا رو نمیبینید که چطور داره تموم میشه؟ فکر میکنید تا آخر هستید؟ یا فکر میکنید حسین هم که مردید میاد از قبر شما رو میبره بهشت؟ خب بخش اول برنامه تمام و بخش دوم شنیدم و تا فرما میگه پیام هاست، بذارید پیام هایی که الان اومده بخونیم اگه برام بفرستید، که امیدوارم که در مورد برنامه باشه. بعد پیام هایی که قبلا چند ساعت قبل به ما رسیده است در واتساب یا روزهای قبل رسیده، یا بله من دارم جلوی شما میخونم، اگر غلط املایی به املایی داره خب مستقیم اومده انشاءالله نداره. سلام به دیگر مردم ایران، به خصوص جوانان موحد. جوانان موحد خرافات را به دور انداختن. الان توجه کنید، با اینکه بزرگترین بنگاه سودمندشان امام رضا
با همه درآمد که از مردم دریافت و نزورات و بالاترین بودجه کشور متعلق به اوزه است نمیتواند جلوی هدایت را بگیرند. حال با ترفند جدید آخوند مدعا غول پول میدن که شرکت کنند و مراسم گرم کنند. به جز اندک بی سواد قانع نمیشوند. بیشتر مردم ایران مردم فهیم مردم هدایت شده. محمد از ایران. الحمدلله این چه خبر خوب که به اصطلاح سعی کنید اما اگر اسم فامیلی یه دفعه ننویسید اگر دوست ندارید، البته چون که با چون که دایره مستقیم بر ما میاد. خب این خبر خوبیه دیگه، از این خبر خوب بهتر چیه؟ الحمدلله شعار آخوند برو گمشور نشانه های هدایت است. الان افرادی را پول میدن، مردم گرسنه در مراسم شرکت میکنه. این بله یک دقیقه بذارید من این توضیح بدم. ایران در یک پیچ تاریخی است. مذهب شیعه که 500 سال پیش به ایران اومد بود با رفتن این آخوندها خواهد رفت. من برای شما، من مرده شماها زنده، این حرف من یادتون باشه که این مذهب دیگه نمیمونه و به طور کلی از بین خواهد رفت. چرا که همین انقلاب اینترنت اگه هر بدی هم داشته این خوبی رو داشته که ملت ایران رو با منابع دیگه آشنا کرده. نشون به اون نشونی که دولت ایران اجازه مسجد نمیده به سنی ها، چون میدونسته که مالش تقلبیه. میدونسته مالش تقلبیه، تا امروز هم سنگ هر چی رو به خودش مالیده، ولیکن مسجد نمیده. چون میگه مردم میره میپرسه بده که آقا ما چی میگفتیم، این چی میگه، ما گفتیم اینا دشمن علی ان، اینا که الان چیز دیگه میگن، اسم بچهش علیه، اسم بچهش فاطمه است، اسم بچهش حسین و حسنه. این عزیز ما که عبدالرحیم هستن حتما که چون از نوشتنشون متوجه میشم، داداش فاضل من، این کفتار آخوند توهینی به امهات مؤمنین رضی الله عنهم کرد، اگر توفیق باشه موشک هزار متری دارم تو عمامش بزنم. عبدالرحیم اصابه. بله این توهین منم که الان گفتم مثلا خر ار میکنم و توهین یادم اومد. یعنی چطور ممکنه یک انسان چنین توهینی رو به یک بزنه پیغمبر بگه؟ حالا بگو مثلا حضرت علی رو چی کرد؟ یک توهین خیلی وحشتناکی کرد که گفتم نمیشه. این یعنی در خود شیعه، یعنی آدم انصاف بده، در مذهب شیعه هم چنین توهینی حکمش مرگه. حداقل ظاهرا همینه، ظاهرا همین است که اگر شما چنین توهینی رو به زن پیغمبر بگی اون حکمت مرگه، ولیکن شیعه دیگه به دین خودش هم عمل نمی کن. سلام. بله الله در قرآن گفته ضرب الله مثلا للذین کفر امرأت نوح و امرأت لوط، و در همین قرآن بازم گفته الله فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. بله درسته. در اینجا الله زن چقدر جالب در اینجا الله زن نوح و زن لوط را به عصیان معرفی کرده. در اینجا آیت الله ها و حجت اسلام ها حرف خدا را قبول دارند، ولی در سوره احزاب خداوند زنان آخرین پیامبر را والاترین مقام داده، ولی آخوندها حرف خدا را قبول ندارند. یعنی من فکر می کنم تمام حرفای ما زدیم همین یک حرفی بیننده کافی است. اونجا را قبول داری، اینجا را قبول نداری. اونجا را عصیان گفته، نافرمانی گفته، اینجا را اینا را مادر مؤمنان گفته. آدم بد رو آدم میگه مادر مؤمنان؟ تو رو خدا عقل کجاست واقعا؟ جزاک الله خیر بیننده عزیز. حالا سوال اینه، دنباله حرفشونه، آیا منکر آیات صحیح قرآن کافر است یا مؤمن؟ لطفا جواب بدهید. ببینید من به شما جواب میدم، آخوندای شیعه از قبیل این آدم، بعضی آخوندها هستن که برای پول رفتن، بعضی آخوندها هستن که اصلا نمیدونه، فقط میرفته. خصوصا در دوره ما، حتی در دوره قدیم پدرش آخوند بوده، اینم آخوند شده، هرچی که در کتاب نوشته قبول میکنه. اما آخوندهایی که اینطور مثل آیت الله قزوینی، مثل این آدم، اینایی که به اصطلاح جری هستن، تازه میاد با تو بحث هم میکنه و میدونه که قرآن چی میگه، اینها مسلمان نیستن که کافر هستن، حکم کفرشون رو از من بگیری. و تمام علمای درجه یک شیعه که کتاب نوشتن همشون کافرن، کلا شیعه قدیر به قول عوام، یکیشون هم مسلمون نیست، به دلیل اینکه اونها دانسته تعریف میکنن. اما مردم عادی شیعه با ابوبکری بدن که اون ابوبکر بده، یعنی نقشی که شیعه به اون ابوبکر داده، اگه من شما هم باشیم با اون ابوبکر بد میشین، یا با عمری بدن رضی الله عنه که اون عمر در نقشی که شیعه بهش داده بده، اون عمری نیست که ما و شما میشناسیم، اون ابوبکر نیست که ما و شما میشناسیم. لذا اونها یک به جهل گرفته میشن و خدا اونا رو معاف میکنه. البته در این دوره اینترنت، در این دوره تلویزیون ها، این جهل عذرش خیلی کم میشه. شاید روز قیامت عذر نداشته باشن، چون خانه خوبت بشنون هر چی رو تو تلویزیون نگاه میکنید. خب اینم یک دفعه بشنوید که بابا گروه دیگه چی میگه. خب با معذرت و فراوان،
والله از این آداب نیست به هیچ بنده خدا اهانت کنم، ولی تا جایی که من میدونم کافرترین ملحدترین انسان ها در قرن همین آخوندهای رافضی منافق هستند. بله این آدم رشد، یعنی بازم من با انصاف صحبت کنیم، این گروه که در شبکه ولایت بودند رو اینقدر اینا متنفر بودند، البته قدرت خدا هم هست که همین شیعه اینا رو زدن انداختن، این باز رفته از یک سوراخ سر به در آورده. منم کارم امروز گشتم همین سر که اینو پیدا کردم، میخواستم یک نفر شیعه رو پیدا کنم که در مورد آیه 10 سوره تحریم صحبت کرده باشه، همین آدم جلوم اومد. یعنی برای ما هم درست نیست وقتی دولت ایران اینا رو کنار گذاشته، دولت ایران همه اینا رو بیرون کرده، یعنی آفرینش باز این، یعنی بالاخره تو 4 تا عاقل بوده، یعنی ما باید حق بگیم. شبکه شون رو بسته و اینا رو با یک آقای قزوینی و 4-5 تا مثل همین داشتن همه رو ریخته بیرون، بعضیشون ساکت هستن، بعضی هم دیگه از همینجا هنوزم کثافتکاری خودشون ادامه میدن. و این حرف درسته، یعنی هیچ ملحدی یهودی، مثلا اول من میخواستم تو برنامه بگم ار میکنه، میخواستم لفظ یهود به کار ببرم، ولی باز گفتم اصلا بی‌انصافی است. اون بدترین یهودم هرگز به زن پیغمبر توهین نکرد، ما نشنیدیم. این ادب حکم میکنه که آدم به زن، الان مثلا شما از ما شنیدیم ما به زن خامنه ای توهین کنیم، ادب حکم میکنه که آدم به زن دختر مردم کاری نداشته باشه. ای بابا باز زن دختر پیغمبر، تا حالا از ما شنیدید که مثلا به زن مثلا رئیس جمهور فرانسه یا دیگه اون به پیغمبر ما توهین کرد، ما به زنش توهین کردیم؟ نکردیم. ادب اینو نمیذاره و این ما نداریم، با خدا یهود و نصارا و هندو هم داره، بودایی هم داره، کافر هم داره، ملحدین هم دارن، یکی همینا پیدا شدن بس به نام اسلام میکوبن. و اگر بخوایم بدانیم دشمنان اسلام مسلمانان چه کسانی هستن، همینا هستن بیشک. اما به نظر بنده درباره رضای و حمید حیدری این است که بنده فکر میکنم رضای حیدری زیر زمین در سرداب سامرا زندانی هستن و نزد امام سلمان هستن، بر همین اساس نمیتوان تشریف بیاورن. ناراحت نشوید، این دیدگاه شخصی من است. آقای رضایی که وعده داده این تلفن‌های ما رو نمیدونم کی نظر کرده سیر کرده درست نمیشه. آقای حیدری حمید بله اون گفته من نمیام، میخوام برم حج. بله بله ممنونم تافرم. خب حالا متشکر تافرم، برگردیم من پیامای اگه پیام دیگه هست بذارید، اگر نه شما یک پیام داری پخش کنید، پیامای چیزو صوتی رو اولی رو پخش کنید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب استاد سجودی. استاد سجودی من یک کلیپی دیدم در از امارت اسلامی طالبان، یک خبرنگاری از یکی از علما پرسید که شما این دانش آموزان این کودکانی را که به وسیله انتحاری اینها رو شهادت رسوندی به کشتی، آیا نباید شما از خانواده اینها حلالیت بطلبید؟ و این عالم در جواب گفت که به خاطر این که والدین اینها پدر و مادر اینها با حکومت کوپ همکاری کردن و باید تقاص اونها رو فرزندانشون میدادن و به خاطر این ما عقیده نداریم که بریم و از پدر مادر اونها حلالت طلبیم. این مقصر پدر اولیای اونها بودن، پدر مادر اونها بودن که با حکومت کوف همکاری کردند و حکم جهاد که از نماز فرض مثل نماز فرضه و حکم جهاد رو اجرا نکردند، به خاطر این پدر مادر اینها مقصر هستند. بله من فرمای شما رو متوجه شدم، اشاره اینا به یک کلیپ مشهوری است که این روزا پخش شده که با یک نفر به گفته ایشون عالمی مصاحبه کرده، یه یوتیوبری که تو شما که از مردم میخواید بیا شما رو عفو کنم، شما بچهای مردم رو کشید، به طالبو میگه در همین انتحاری شما چند بچهای بیگناه کشته شد، آیا شما از پدر مادرای اونها حلالت میطلبید؟ اون آدم گفته که نه، دارم برای کسایی که نشنیدن اینو میگم، گفته نه ما چرا حلالت بدهیم، اونا باید جهاد میکردن و چون جهاد نکردن این بچه‌هاشون در کفاره اونا کشته شده. و عزیز من ایشون میپرسه که آیا این حرف درسته؟ ببینه برادر من میگه یکی رو رفته بود اداره بیرونش کرده بودن، رفته با عصبانیت پیش رئیس اداره گفت به چه مجوزی منو بیرون کردید؟ گفت به همین مجوزی که میگه مجوز، مجوز میگه مجوز. حالا اینی شما چی میگه عالم؟ کی گفته این عالمه؟ از حرفش معلوم است که عالمه، دین نیست.
این بابا که حرف زده عالم دین نیست. ببینید این یک نکته. نکته دو، باز من راستش بخوای گفتم من نمیخوام، چون که بینندگان ما خیلی تخصیب شدن، یکی به من گفت من میخوام دوباره از دین برم بیرون، با اینکه توسط تو هدایت شدم و تو بگی از طالبان طرفداری میکنی، من شما نگه چی نگید، من خب مجبورم حرف حقی رو که فکر میکنم حق بگم، لازم نیست که حتما از من قبول کنید، یک نظر سیاسی دیگه. باز نگید حالا طرفدار است یا طرفدار نیست. دوما شما تو آمریکا برو، همون کسی که کشیشی که کشیش بود دیگه، قرآن آتیش میزد، هر چی بهش گفتن نزن، میگه من باید قرآن آتیش بزنم. خانم کلینتون اومد گفت ای مرد مسلمان ها، این فرهنگ ما نیست، ما ولی نمیتونیم اینو من کنیم. بازم یک نفر همین تو همین که خب همین افغان ها، یک نروژی بیچاره، یک زن نروژی رو کشته بودن وقتی اون آتیش زد، اون زن اومد بود کمک رسان بود. خب این به اون چه ربطی داشت؟ این به اون چه ربطی داشت که افغان ها کشتنش؟ این داستان همونه که آیا اون نماینده دولت آمریکا است؟ من دیدم نویسنده در آمریکا نوشته که کعبه بعد از 11 سپتامبر کعبه رو بمباران کنید. آیا این دولت نظر دولت آمریکا است؟ من بگم که آقا پس آمریکا میخواد بمباران کنه. یک ملا یک حرفی زدی یا ملا است اصلا، شما اخوندا چه افغانا ملا و غیر ملاش همین عمامه میبنده دیگه، مجاهد طالباش همشون که ملا نیستن. تازه اگه گفته باشم حرف غلطی زده، باید مطابق حدیث صحبت کنه. من براتون حدیث میگم که درستش چی، حالا بدونید. صحابه اومدن پیش رسول الله گفتن یا رسول الله، ما بعضی وقتا مجبوریم شب به دشمن حمله کنیم، شب، و وقتی وارد اتاق خونهشون میشیم زن و بچه‌هاش میترسن، وحشت میکنن، یادن ندانه ضربه به اونا میرسه. اینطور این نکته این دومی که گفتم 100% مطمئن نیستم، ولی این که گفت وحشت میکنن هست، ولی اینم به نظرم همون جور بود که خوندم، الان چون شما گفتی من یادم اومد. پیامبر گفت چیزی، جمله گفتن که یعنی زنای بچه‌هاشون هم از خودشون هستن، یعنی دیگه چاره نیست، برگه شما نمیدونید یک نقشه جنگی داری مثلا میری، ولی کلا تا اونجایی که در دین ما هست زن و بچه رو که کشتن در دین ما حرومه، حتی کشیشی که در سر کوی عبادت میکنه حرومه. پیغمبر گفت کاری نداشته باشید بهشون، کسی که در راه فرار میکنه کاری نداشته باشید، درخت ها رو قطع نکنید. لذا اگر یه چیزی از عوارض جنگ است، حال خود آمریکایی‌ها چرا مجازات نمیکنه؟ مثلا خودشون گفتن 47,000 نفر غیر نظامی کشته شده، ولی آیا یک نفر مجازات کردن؟ میگه آقا عوارض جنگ 48 نفر، اونا تازه آمار اوناست که 47,000 افغانی غیر نظامی به دست آمریکایی‌ها کشته شدن، که بعضی هاش همین عفو بین المر صداش در اومد، پزشکان بدون مرز صداشون در اومد، ولی میگه ما چکار کنیم؟ ما که هدف نداریم بزنیم. آیا ما هر مسجدی رو میزنیم؟ آیا ما هر بیمارستانی رو بمباران میکنیم؟ این ناخودآگاه خورده و ما کوشش میکنیم، متاسفیم. لذا از این باب که انسان یه چیز عمده یه چیز غیر عمده، متوجه هستید؟ ولیکن ای کاش هیچ کدوم از اینا نمیشد، اینا از عوارض است. و اسلام گفتم هم حدیث براتون گفتم که اینجوری است که اگه چاره هیچ چاره نباشه، نه اینکه بری وسط مردم بمب مفجر کنی که کار آسون کنی، نه. سوال، یک سوال داشتم، یک دختر پسر من گفتم این حتما سوال مفتی ماست، آقای زهرابی رو برای من فرستادی، من میخونم. یک سوال داشتم، یک دختر با پسر نامزد بودن، عقد کرده بودن و از همدیگر جدا شدن و با همدیگر همخوانی نداشتن، ولی با هم بیرون میرفتن، در خانه کنار هم بودن. حالا که جدا شدن، طلایی که دختر برای دختر آورده گرفتن، آیا درست است؟ این حق پسر است یا نه؟ ببینید آقا، ببینید خانم، حالا نمیدونم آقا هستید یا خانم، عموما من کل نمیدونم داستان دقیقا چیه، من براتون فقط شعر میدم که اگر یک زنی رو شما گرفتی، برایش مهریه تعیین کردی مثلا 100,000، با این خلوت نکردی. خلوت یعنی چی؟ یعنی جایی نبودی که نفر سومی نباشه. ولی اگه در یک تا خلوت کردی، ولو که دست زدی دست نزدی، مهرش کامل میدی. خلوت نکردی، نصف مهر میدی. و اگر اون نفر نگیره نصف مهره، تازه به تقوا نزدیکتر. یعنی با یه دختر شما عقد کردی ولی باش خلوت نکردی به هیچ صورتی، همیشه نفر سومی بوده، در این صورت نصف حق داره مهرو. تو حالا میگه من نمیخوام این دختر رو، و اگر ببخشه تازه بهتره. پس اگر که خلوت کرده ولو که هرچی کاری هم نکرده باشه باید بده. اما این که شما میگی طلاهایی برای دختر آورده بود، آیا این طلاها مهر بود یا نه؟ اگر مهر بود و همین شرط، اگه خلوت کرده همش مال دختر میشه، و اگر هدیه بود، هدیه رو که پس گرفته نمیشه. و بازم خواهش میکنم سوالای این رو از آقای زهرابی بپرسید.
که خیلی بهتر از من جواب میده، بلکه خیلی بهتر جواب میده. من خودم سوالم ازش میپرسم. سلام علیکم، در قرآن کریم زنان لوط و نوح علیهم السلام رو زن فرعون و ابولهب رو با لفظ امراه خطاب کرده. بله، این یک چیز معجزه قرآنی است، این من میدونستم. خطاب کرده، ولی زنان پیغمبر رو ازواجه او خطاب کرده. بله درسته. ببینید این امراه که خطاب کرده که غلطی، یک اشتباهی توش بوده، مثلا یا مثلا نازا بوده حداقل، ولی ازواج یعنی زوج کامل، یعنی برابر بوده با پیغمبر، یعنی زن صالحه بوده، ازواج بوده. تو که آخوندی شعورت میرسه امراه و زوجه چه فرقی داره؟ اون شعورش نمیرسه عزیز من، اون شعورش نمیرسه. اگر بلد نیستی یادت بدم الله تعالی زنها و دخترها و دامادای پیامبر رو از دست شما مسئول داشته باشد. بله ممنونم. بینندگان ما عصبانی میشن وقتی این نفر رو ده، حق هم دارن که اونم مجلس پشت زن شما صحبت کنه، شما ناراحت نمیشی. این همسران پیامبر ماست دیگه. اینجا نمیدونم شاید یه فوشی دادن، اینو نیارید. البته بعد فوش نداده، ولی یک جمله شاید اشتباه نوشتن. بیارید، میگه امهات المؤمنین یعنی چی؟ میگه اینجوری به اونا احترام میذارید، وای به ننهای خودتون. یعنی میگه به راست میگه دیگه، آدم که به زن پیغمبر احترام نذاره، من به مادر خودم نمیذاره. ممنونم. تو این بیننده فرستادن که در خطبه 216 حضرت علی میفرماید، البته این حتما داره از نهج البلاغه نقل میکنه، ما نهج البلاغه رو به نام سخنان حضرت علی ما اهل سنت قبول نداریم. حالا این نویسنده فرستاده، من بدون خطا نیستم، علی میفرماد، بنابراین خودش اقرار میکنه که اشتباه هم کرده. در زندگی شخصی چند بار با فاطمه قهر کرد، شبا در مسجد میخوابید، اموال بیت المال رو مساوی تقسیم کرد، در حالی که خودش در نهج البلاغه گفته دیناری را بدون اجازه خرج نمیکنم و با شما مشورت میکنم، در حالی که با اصحاب و انصار برای این کار مشورت نکرد، با معاویه جنگ کرد در حالی که با اصحاب و انصار مشورت نکرد، و حضرت علی یکی از همه از صحابه بود، ولایت مطلقه هم از نزد خدا نداشته، پیامبر مشورت میکرده و امام حسین هم مشورت نکرد و از قرآن سبقت گرفت و موارد دیگری برای مثال پیامبر علی گفت که لنگ کفش از عایشه بهتر است، موارد دیگر برای مثال به پیامبر علی گفت که لنگه کف شد از عایشه بهتر است. بعد از آن که آیه قرآن برای عایشه نازل شد، علی بسیار گریه کرد و توبه کرد و موارد بسیار است. چرا امامان شیعه آن امامان را مثل رستم شاهنامه میداند؟ پس قرآن در سوره والعصر میگوید که همه انسان ها زیانکارند. چرا شیعه فکر نمی کند؟ اگر دقت کنید شیعه ها شبیه کودکان دبستانی هستند، در تخیل به سر میبرند. خدایا از دست این مردم زمان نفهم چه باید کرد؟ منظورش علمای شیعه است، دوستان عادی شیعه ناراحت نشن. اینی که فرمودید در مورد حضرت علی، حتما شما بهتر از من میدونید با این معلوماتی که از مذهب شیعه هم دارید، که حضرت علی پیش ما جزء خلفای راشدین اشاره مبشره و طبق نظر علمای امت چهارمین فرد است بین صحابه در فضیلت، اینطوری که میگن بعضی ها دیگه سوم میگنم، حتی اونایی که مثلا حضرت عثمان رو میبرن پایین تر. اما اینکه با زنش دعوا میکرده این چیز مشکلی نیست، هر زن شوهر دعوا میکنه، زن شوی دعوا کنه احمقا باور کنه، زن شوهر دیگه دعوا میکنن دیگه، در رابطه زن شوهری همینطور هست، کمان که پیغمبرم با همسرش دعوا داشته. اما اینکه مشورت نکردن، اون من نمیدونستم که بیت المال مشورت نکردن، خبر ندارم، چیزایی که خبر ندارم نمیدونم. و این که هم در موردی که به حضرت عایشه گفته، به پیغمبر گفته که عایشه لنگه کف شده از عایشه بهتر است، این در حقیقت از دلسوزی گفته، منظورش توهین به حضرت عایشه نبوده، چون حالا گفت خوندم باید توضیح بدم برای بینندگان. اینطور است که پیامبر ناراحت بود که پیامبر یک مرد با غیرت بود، پشت سرش حرف میزنه و نمیدونه که راست یا دروغه، تا آیه نازل نشد یک ماه طول کشید. حضرت علی گفت که یا رسول الله چرا اینقدر ناراحتی، طلاقش بده دیگه. اون به دلسوزی گفته، نه اینکه زن پیغمبر بد بوده باشه، نه اینکه با زن پیغمبر بد باشه. خب تموم شد. بیننده دیگه پرسید بعضی از این سوالای سخت از من، نمیدونم اگه بلد نیستم میگم بلد نیستم. همه کارکنان شما این سوال همیشه در ذهن من است، من مریض حالم، نماز بخونم، روزه بگیرم، بتوانم زکات بدم، زکات واجب است، فقط از الله مدد بخوام و سر قبر امامزاده نرم، به نظر دوستان شیعه در آخرت تکلیف چیه؟ آیا امام میاد بگه این نباید بره بهشت چون نیومده سر قبر ما، یا نه الله به من بهشت میده چون بی شریک عبادت میکنم، آیا الله برای بندش کافی نیست؟ طبعا جواب شما این است که الله پاک، شما دارید به صورت ممنونم به صورت استدلالی میگید که شیعه متوجه بشه، من تکمیل میکنم فرمایش شما رو که اگه الله بیاد به تو بگه شیعه اینو میگه که نه تو که ولایت نداشته باشی نمازت رو چی میگه نمازت آب بازی است
چرا سنی نمیخواهد بداند که چی میگه بدون ولایت آب بازی است وضو، شیعه اینجوری میگه. ولی فرض کنیم که روز قیامت بیاد الله پاک از ما بپرسه یا تو همه این کارا رو کردی که شما گفتی، نماز، روزه، همه چیز، زکات هم دادی، تو ولایت علی رو نداشتی، تو باید جهنم بری. میگم خدای تو مگر عادل نیستی؟ مگر تو نگفتی من ظلم نمی کنم؟ مگر ظلم به خودت حرام نکردی؟ میگه بله. میگم تو کجا اسم علی رو در این کتاب فرستادی؟ این که علی اینقدر مهمه که بهشت و جهنم تقسیم میکنه، این کتاب قرآن رو برای قصه فرستاده بودی که ما شبا بخونیم قصه، داستان قصه بوده، تو این چرا اسم حضرت علی ننوشتی؟ آیا خدا جواب ببخشید به این زبان، میگم که شیعه بفهمه. میگم خدای مگه تو نه این است که گفتی من ظلم به خودم حرام کردم، حالا تو میگی که من همه نماز خوندم، روزه گرفتم، هر چی در قرآن بود انجام دادم، اسم علی بود، امامت بود، خدا به من چه خواهد گفت؟ خواهد گفت طبق نظر شیعه که من مصلحت ندیدم از ترس عمر ابوبکر، از ترس عمر ابوبکر اسم علی رو تو قرآن بیارم. شیعه اینجوری میگه دیگه. ما میگیم آقا تو رو به خدای ما قبول نداریم، تو از دو مخلوق خود میترسیدی، هیچ معنی قبولت نداریم به خدایی. خدای شیعه اینه دیگه. ببخشید من به زبان عامیانه میگم که هر کس که خوابم از بیدار شه. ممنون بیننده عزیز، خیلی جمله جالبی گفتید. آهای سجودی، اگر میخوای به آخوند فیروز بشی، راهش را با هه آگهی و علم نیست، باید به سیر جادو مسلح باشی، وگرنه هزار سالی که اینها دارن به اهدافشون به کمک اربابشون اجنه بزرگ میرسن. نه اینجوری نیست. ممنونم تا فرمان. مسئله این است که اینها با شمشیر اومدن، اینا این بلای سر ملت ایران آوردن که باور کنید شما تاریخ صفوی رو بخونید، مغول نکرده، تاتار نکرده. من در کره زمین ندیدم کسی کاری که شیعه ها صفوی ها با مردم ایران انجام دادن کسی دیگه انجام داده باشه. همیشه یک احساس به من دست میده، کسایی که از صفوی تعریف میکنن، از این ملیگراها، احساس به من دست میده که یک سیلی محکم تو گوششون بزنم، مگر اینکه این سوال منو جواب بدن. آقایی که ملیگرا هستی، ایران دوست هستی، به من یک شهر ایران نشون بده که صفوی ها قتل عام نکرده باشن. نمیگم که من یک شهر نشون بدم که قتل عام کردن، میگم تو یک شهر نشون بده که قتل عام نکرده باشن، غیر از اون چهار شهر، کاشان و قم و نمیدونم دو تا شهری که دارن. اینا ملت ما رو با شمشیر چی کردن؟ با سحر جادو نمیشه. اینها رو باید حالا من بگم، میگه تو تلویزیون داری حرف از شمشیر میزنی، ولی آخر اینها باید با شمشیر برن بیرون. به کدوم قانون رفتن؟ انتخابات قبول کردن؟ آخر همین کسی آوردن که به زودی همین آقای رئیس جمهورشون، اسمی چی؟ آقای رئیسی، به زودی در دادگاه بین المللی به عنوان مجرم بین المللی شناخته خواهد شد، چون در سوئد شروع کردن دیگه. چند هزار نفر که تو زندان بودن، حکم گرفته بودند و بیرون آورده به خاطر اینکه مجاهدین خلق در مرز حمله کردن، همه رو کشته. یه قاتلی که چند هزار نفر کشته ثابت شده، رئیس جمهورشونه. تو میتونی اینو با انتخابات برکنار کنی؟ پدرت هم نمیتونه. اینا خودشون هیچ رایی برای ملت نمیذارن جز انقلاب. ولی چون که الان ما ملت به اصطلاح بچهای کمی دارن، قدیما دوره ما دیگه همه 6 7 برادر بودیم هر خونه ای. حالا هر کس یک بچه‌م داره، بچه‌م که زیاد اذیتش کنن پول میده، میگه برو خارج. ولی بالاخره وضعیت عوض خواهد شد. ما زیاد رفتیم تو سیاست، خشونت هم باید صحبت نکنیم. بلکه کلیپ دوم پخش کنید. تا فرمان. کلیپ دوم. همیشگی برنامه های شما استاد. ببینین، باز دوباره نگین که الان این برنامه، من الان واسه آقای حمید حیدری زنگ زدم که آقا نمیدونم واسه با بریدن دست دوز من مخالفم. نه، اتفاقا خیلی هم کار خوبیه بریدن. آقا دزدی نکنین، دزدی خلافه. فکر نمی کنین وقتی کسی که مال کسی رو مال کسی رو میدوزه، خب زندگی یه آدم از بین میره، زندگی یه آدم نابود میشه. وقتی زندگی یه آدم نابود بشه، خب چرا نباید دستش قطع بشه؟ فکر نمی کنین یه آدمی که آقا کل زندگیش یه ماشینه، تو این ماشین رو میدوزی، این بندق وسیله کارشه، یا یه خونه ای داره، یا یه پولی داره، تو میدوزی، اون وقت زندگی این آدم زیر رو میشه، نباید دست تو قطع بشه؟ باید آقا کار کن، هیچ پولی بی زحمت به دست نمیاد، پول مفت و باد آورده و باید عواقبی هم داشته باشه. این از این. و در مورد این که شما میگین که اگه پیش تا آخوند ایران بشینیم، میگن ما نماینده اسلام نام محمدی، اسم خودشون گشته
و ملغرهای جهان اسلام. پیش طالبا بشینین میگن ما نماینده پاک درست و دین محمدی و راه صحابه هستیم. پیششون هم بشینین مثل آخونده هزار جور به اصلاح دیگه حدیث سازی هم واسه خودشون میکنن. این از این. نه آقا، حرف سر حرف تا عمله. همین که تمام این شعارهایی هم که میدادند که این چه این متاسفانه بعضی از این شبکه‌های خودمون، شبکه‌های توحیدی، حالا اسمشون رو نمیگیم، کسایی که 30 سال تو این شبکه‌ها کار کردن، به قول گفتنی استخون درکوندن تو این شبکه‌ها، که الان طرفداریشون کردن. اما دیدین خب بیانیه دولتشون هم اومد بیرون، آخرش هم گفتن که آقا یه حزب همه شمول مثل همون قانون جنگله. و ببخشید من این یه مثاله، میگم وقتی شیر حاکم جنگل شد گفت آقا داداش پلنگ باشه، داداش روباه باشه، داداش چی باشه، اون داداش گرگ، اون جنسش خرابه، اون حذفش کنه. ممنونم از شما. من برای که سانسور هرگز نباشه، فرمایش این بیننده که قبل از برنامه فرستاده بود و چند تا فرستاده رو ندیده برام گفتن پخش کنن، ولی دقیقاً الان داشتم باز به موضوع دیگه متوجه شدم. اینقدر فهمیدم از حرفشون که گویا باز قبول دارن دست دوز باید بریده بشه، اما بازم مثل که طالبا رو قبول نداره، میگه حرف میزنه ولی عملش باید ببینیم. بشینیم عملشون رو میبینیم دیگه، دیر یا زود خواهیم دید. فعلا که ناتو نتونست اینا رو برکنار کنه، به این زودی برکنار نخواهند شد. با چشم سر خواهیم دید و باید قضاوت کنید. اینقدر عجله نمیکنیم و نگاه کنید که باز اینا درست هستن یا نه. بحث فایده نداره، متوجه هستید. یک بیننده هم نوشته بذارید تا بعد از اون. ما اگه 7-8 تا پیام صوتی داریم، ولی ما رو حمید رو پارتی بازی میکنیم، پخش میکنیم، چون فتاوا فرمان گفت حمید هم یک فرستاد و بقیه هم تا اونجا که بتونیم پخش میکنیم، چقدر که وقت داریم. ولی بذارید این بیننده رو ببینیم که نوشتیم. سلام علیکم. این نوشته بود نظریه خود را تکمیل نکردید، اگر طالبان به این انتقادات تا آخر اجازه بدن چی میشه؟ بله ممنونم. این صحبت هفته قبل این ما کرده بودیم که طالبان اگر که آزادی بیان بذارن، این میگه شما جواب کامل ندادی که چه خواهد شد. من گفتم اگر این ادامه تا حالا که خوبن، آزادی بیان هست، مخالفین اجازه میدن صحبت کنن. ببینید کشور برای پیشرفت دو چیز نیاز داره. این عمر من اینو به من میگه، عمرم در سیاستم خیلی گذشته، از کوچیکی در همین داستان است که خانواده ما مثلا به اخبار سیاسی علاقه داشت دیگه، ما هم بودیم و تا همین امروز هم. اونی که من فهمیدم برای پیشرفت یک کشور دو چیز لازمه، یکی آزادی بیان باشه. طالب اگه تا آخر این ادامه بدن وضعشون خیلی بهتر میشه، یعنی تحمل کنن. الان تظاهرات زیاد میشه هر روز در کابل، امروز هم هزاران نفر اومدن بیرون، شنیدم تظاهرات کردن، ولی اگه حوصله کنن خیلی برشون بهتر. و دیگه اینکه دزدی نکنن. و آزادی بیان باشه دزدی هم نمیشه، آزادی بیان باشه دزدی نمیشه، چون که رسواشون میکنه. خب ما پیام آقای حمید پخش میکنیم که مدتی بود صحبتش نشنیدیم. ما چه دوست داریم مخالفین بیشتر صحبت کنه، از جای موافق ما زیاد ناراحت نشن، خیلی خوندیم ازشون. آقای حمید رو پخش کنید. سلام جناب آقای سجودی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. جناب سجودی یک سوال دارم، حالا بعد از مدت ها خدمت رسیدیم، ممنون شما یه جواب بدید. جناب سجودی، خیلی وقت پیش که از این دوستان شما مدعی شده بود که هیچ روایت صحیح السندی حتی در کتب شیعه وجود ندارد که ثابت کنه که امام حسن عسکری فرزندی داشتن یا امام زمان فرزند امام حسن عسکری به دنیا اومدن، تا اینکه ایشون یه زمانی خودشون استناد کردن به یکی از روایات کتاب شریف کافی که در آن اومده که رفتن خدمت امام حسن عسکری پرسیدن آیا شما فرزندی دارید یا که خیر، و حضرت فرمودن که بله بنده فرزندی دارم، سنش فلان مقدار هست، نشانه هاشم فلان مقدار هست، یعنی تولد امام زمان در این روایت آمده بود. من باشون تماس گرفتم، گفتم جناب آقای بزرگوار این روایت که شما خوندید از دو حال خارج نیست، یا این روایت صحیح السند هست. عذرخواهی میکنم، بنده باشون تماس گرفتم و گفتم جناب آقای بزرگوارین روایت که شما خوندید از دو حال خارج نیست، یا صحیح السند هست که در این صورت ثابت میکنه که امام زمان به دنیا آمده، یا در واقع امام حسن عسکری فرزند داشته حال اینکه شما گفتید نداشته، یا اینکه این روایت ضعیف هست که خود شما گفتید هر کس به روایت ضعیف استناد کنه خب
شرایط رو گفته بودن که مثل خرمگس هست و فلان و بهمان. ایشون جواب عجیبی من دادن. آقای سجودی دوست دارم شما با انصافتون خداوکیلی انصافا شما رو به خدا قسم جواب بدید. ایشون برگشتند و گفتن خب تو این روایت اومده که از امام حسن عسکری پرسیده اند که آیا شما فرزند دارید یا نه. چرا اینا مثلا پرسیدن؟ حالا ایشون سوالشون رو تکمیل نکردن، بعدش منو قطع کردن، ولی که انهو ایشون میخواستن بگن چون در این روایت اومده که از امام حسن عسکری پرسیده اند و اون سائل خبر نداشته، پس امام زمانی وجود نداره، پس امام حسن عسکری فرزندی ندارن. آقای سجودی دوست دارم شما با وجدان با انصاف بفرمایید آیا واقعا چون این برداشتی از این روایت میشه کرد؟ روایتی که اومده که دارن میپرسن و امام هم میفرمان که برای من فرزند دارم، چون پرسیدن میشه گفت که پس امام فرزند ندارن؟ همچین چیزی میشه؟ این رو اگر یه جوابی به ما بفرمایید ممنون میشم. خواهش میکنم فقط همون رو جواب بدید، باهاش نرید لطف کنید. و نکته دوم اینه که به نظرتون اصلا این ادعای مضحک و گزافی نیست که به یک شیعه بگن که آقا تو بیا از کتاب های شیعه مثلا امام زمان رو ثابت کن؟ آیا خنددار نیست این ادعای کسی که اینو مطرح میکنه؟ واقعا شما فکر نمیکنید باید به نمیدونم والا به عقلش حداقل باید شک کرد که چون این ادعای مطرح میکنه؟ ممنون میشم اگر اینو جواب بدید. موفق و مایه. بله من منتظر بودم شما در مورد همین موضوع برنامه صحبت کنید و چون که ما به شما یک گریزی به سرای کربلا زده بودیم اما عیب نداره شما برای خودتون کلیپ درست میکنید، نرفای منم اگر در حاشیه هم برام قطع میکنید. شنیدم اینجوریه به من گفتن. عرض به حضور شما که ببینید فرمایش شما درست، این خیلی عجیبه که من بیام از کتب شیعه ثابت کنم که امام زمان وجود نداره، از کتب شیعه ثابت کنم که قبر پرستی درست نیست. و من این رو بارها به دوستان خود گفتم که این کارا رو نکنید، این آب در هاون کوبیدنه. ما کتابش اصلا غلطه، از سراسر کتابش غلطه. ما اون نجل بلاغش هم قبول نداریم. اگر نجل بلاغه رو قبول داشتی عزیز من، همونایی که به شما دارن جواب میدن میگم، چرا در خونه ما نجل بلاغه نیست؟ مگر نه این است که کلام حضرت علیه؟ اگر کلام حضرت علی باشه ما باید تو خونه خود نگه داریم. نجل بلاغش قبول نداریم، چه برسه که تازه در اون شرکیات این چیزا کمه. صحیفه سجادیش قبول نداریم که اصلا تو شرک نیست. ما کتابای خودمون داریم، از کتابو کی استدلال میاری؟ وقتی میگه استدلال بیاری میگه تقیه کرده. ها؟ میگه تقیه کرده. خب از امام پرسیده که آقا بچه داری؟ خب حتما خبر نداشتن. حالا از اینکه من بپرسه چند تا بچه دارم معلوم است که حتما بچه که هر چی من بگم همون حرف درسته. یعنی من مگه گفتم بچه دارم؟ دارم. اما حالا اصل قضیه رو بگیم، اینو تو پخش نمی‌کنی تو کلیپایی که برام درست می‌کنی. اصل قضیه این است که آقا من قبول می‌کنم امام شما بچه داشته، امام 11 شما، این بچه کجاست؟ کوش کجا هست که ما از این استفاده کنیم اگر امام است؟ خلاصه داستان اینه. وقت ما رو گرفتیم ما گفتیم که یک حرف می‌زنی اما شما برای کلیپ خودت اومدی. ببین باز من رو ناامید کردی آقای چی. یک بیننده نوشتن گم شد، گفته که شما زیاد چی نکنید این مسئله سوالایی که در مورد طالبان می‌پرسن جواب ندید بیارید. خواهش جواب ندید که به اسلام ضربه میزنه. چیزایی را که دیدم که دارم تذکر میدم. بله این حتما نمیدونم چون که ما نظر خود گفتیم بعضی از بینندگان مخالف بودن، طرفداری از طالبان دونستن و بسیار میگه ناراحت شدن. چیزی که دیده دیده. ما ببینید عزیز من، ما دنبال لایک اینا که نباید باشیم و اگه ما نپرسید ما چیزی نمیگیم. این شبکه برای این به وجود اومده که فقط در یک مسئله چیکونه. همین حمید اومد تو این قصه، اونم جنبه دینی داشت، گفت دست بریدن باش راضی هستی؟ گفتم از اون با داعش هم ما قبول داریم. میگه به سبک داعشی از اون بگه ها قبول داریم، سبک طالبان از اون بگه قبول داریم، به سبک داعشی هم اگر طبق قانون اسلام امیر باشه دو زیر معروف شد دستش ببره که گشنگی هم نباشه قبول داریم، طالبان ببره قبول داریم، چون قرآن گفته. این بس از اینجا درست شد و ما سوال بیاد به آزادی معتقد هستیم ولو که کسی ناراحت بشه. و بازم اینه، ولی اینه تکرار میکنیم که لازم نیست که نظر سیاسی ما رو شما قبول کنید. خود ما در مورد خمینی یک نظر داشتیم، امروز پشیمون هستیم. همین الان به شما میگم که بعضی از سلفی از طالبا دور شدن، چون که دو تا ترور شده در کابل که به اصطلاح ازشون دور شدن، در حالی که تا دیروز در سجده دعا میکردن که اینا بیا. متوجه هستید؟ البته اونا منکر شدن که ما نکردیم این کارو. اینا سیاسته، ولی دست بریدن از اول بوده تا امروز هست برای دوست. هر کشوری اجرا کنه پیشرفت میکنه. لذا نظر سیاسی من میتونید قبول نکنید عزیزان، نظر سیاسی رو میتونید قبول نکنید. بیا حالا میگه نگو، بعدی هم در مورد طالب است. خیلی خوب نمیگیم دیگه، وقت هم دیگه به نظرم تمومه.
صحبت زیاد که بشه لغزش هم زیاد میشه. شما به بزرگی خود عفو کنید. الله حافظ و نگهدار همه شما. من کلب زینم، مجنونه رقایم رفتونه ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین. مالک زمین ما. من قبول ندارم از زمین میرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برم، علی و معاویه یه جا برم. امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده نیکنه منو به ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام او بر همه معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر. رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت. یعنی منو بل من جن طبو، یعنی منو بل من جن طبو.